وقتی که روز چهارم آبان سال 57 شد که دیگه انقدر شورش ادامه پیدا کرده بود که دیگه بهش میشد گفت انقلاب، ولی هنوز به نظر نمی اومد یا شنیده نمی شد یا مردم نمی دونستن که پادشاه قصد رفتن داره و بنابراین سقوطی در کاره، شعارها اونقدر تند نبود. در یه همچین شرایطی یه اتفاقات جنبی هم در تهران افتاد که بعضی از اونها خودش بسیار اثرگذار میتونست باشه در سرنوشت کشور و بود. روز چهار آبان زندانیان رو به مناسبت سال روز تولد پادشاه، زندانیان سیاسی رو آزاد کردند و در نتیجه عده زیادی از رهبران گروه های سیاسی که زنده مونده بودند از زندان آزاد شدند، از جمله به آقای طالقانی و آقای منتظری، دوتا روحانی که در زندان بودند، به اونها هم گفته شد بفرمایید برید. طالقانی برای اینکه روز چهار آبان نیومده باشه و در این جشن شرکت نکرده باشه گفت من الان کسی منتظرم نیست و نمیرم، هرچه رئیس زندان اصرار کرد که بیاد برید خونه من فلا اینا نکرد، انقدر این کار رو ادامه دادن که بالاخره روز پنجم آبان اومد بیرون. وقتی اومدن بیرون اینا دو نفر بودن، طالقانی و منتظری، هر دوشون آخونده درس خونده بودن. آقای منتظری بیشتر حوزوی بود و آقای طالقانی بیشتر با گروه سیاسی کار میکرد، ولی سالها بودن در زندان و همکاری با این بچه های چریک چپ و کوشششون برای مسلمون کردن اونها و کوشش اونها برای وارد کردن این حضرات به دنیای خودشون، انقدر این گفتگو رو جلو برده بود و واقعا معجزه مذاکره و گفتگو که وقتی که اینا آمدن بیرون هیچ شباهتی به روحانیون دیگه نداشتن. طالقانی شد لنگر اعتدال حکومتی که قرار بود تشکیل بشه و خیلی زود مرد. موقعی مرد که اولی امام جمعه تهران شده بود، ولی کاملا پیدا بود که دیگه تحمل نمیشه. از اطراف جناح راست تندرو بهش فشار میوردن و به همین جهت هم مرگ آسونش کسی باور نکرد. اما موند آقای منتظری. آقای منتظری به ظاهر موند و رئیس مجلس بررسی قانون اساسی شد، خبرگان قانون اساسی، و بعد هم به عنوان نایب آقای خمینی انتخاب شد. در یکی از دفعات که ایشون مریض بود او رو انتخاب کردن به عنوان رهبر بعدی. ولی وقتی که قرار گرفت در مقابل موج اعدام‌های دهه 60 از خودش بیخود خود شد. هرچه اطرافیانش بهش توصیه کردند که شما چندی صبر کن، ایشون هم مسن است، هم چیزی به آخر عمرش نمونده، وقتی رهبر شدی هرچی میگی بکن، او جواب میدادش که رسیده است به بالاترین حد تحملم و حتی یک شب نمازم قبول نیست، و به همین جهت پافشاری کرد تا با وضع فجیعی برکنارش کردن و تبدیل شد به فقیه عالی قدر، تبدیل شد به شیخ ساده لوح و سالهای حصر رو گذروند تا موقعی که مرد. و به نظر میرسه این هر دو در عین حفظ مسلمانی و روحانیت اثر اون سالهای گفتگو با جوانان جانفدا درشون کاملا از اونها آدمای دیگه ساخت.